نشست علمی روزانه آیت الله لزماسی صادق حسین شیرازی روز یک شنبه 21 شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در رابطه با حکم تلقیه نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرمودند، برداشت من از عدل این است که زن شوهردار نمیتواند چنین کاری انجام دهد همچنین زنی که مانند خاله امه و خواهر با انسان محرم است نیز نمیتواند چنین کاری انجام دهد و نیز زنی که شوهر ندارد اما در عده قرار دارد هم نمیتواند این کار را بکند لذا زن در چنین شرایطی باید نامحرم باشد و شوهر نداشته باشد و در عده هم نباشد به اضافه آن که در آن لحظه اگر عقد موقت جاری کنند اشکال ندارد و اگر نه به نظر من اشکال دارد معظم الله در رابطه با حکم تلقیه زن شوهرداری که میخواهد برای بچه دار شدن از نطفه مرد اجنبی استفاده کند فرمودند چنین زنی لازم است که در زمان تلقیه چه, چه آن زمان دقایقی بیش به طول بیانجامد و چه افزون بر ساعت باشد زوجه صاحب نطفه باشد یعنی باید آن زن از شوهرش طلاق گرفته و دوران عدهٔ خود را هم بگذراند و سپس به زوجیت آن مرد صاحب نطفه ولو به صورت عقد منقطع و فقط در زمان تلقیح درآید حتی اگر میان آنها هیچ ملاقات و دیداری صورت نگیرد ایشان در ادامه فرمودند در این صورت وکیل دو طرف میتواند آن مرد و زن را به عقد یکدیگر درآورد حتی اگر این عقد به صورت منقطع و به مقدار یک یا یک یا چند ساعت باشد لذا لازم است که در هنگام قرار دادن نطفه مرد در رحم زن آن زن با صاحب نطفه محرم باشد و همچنین دارای همسر نبوده و نیز در ایام عده به سر نبرد و در عقد صاحب نطفه و با عقد منقطع و به صورت کوتاه مدت قرار داشته باشد آیت الله لزما شیرازی همچنین تاکید فرمودند بنابراین قرار دادن نطفه آن مرد در رحم این زن اگر با ازدواج منقطع صورت بگیرد و میان آنها محرمیت حاصل شود با این شرایط اشکال شرعی ندارد معظم الله در رابطه با حکم چگونگی بازگشتن این زن به شوهر اصلی خود فرمودن زمانی که عده این نطفه به اتمام رسید یعنی زمانی که وضع حمل این فرزند فرا رسید این زن پس از وضع حمل یعنی پس از طو... ولادت فرزند می تواند همسر داشته باشد مثلا می تواند به همسر اصلی خود بازگردد و با او ازدواج کند ایشان در رابطه با حکم پدر و مادر فرزندی که از این طریق به دنیا می آید فرمودند این فرزند فرزند ش... شوهر اصلی این زن محسوب نمی شود و در حقیقت مادر این فرزند این زن و پدر واقعی او صاحب نطفه است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم زنا لا بل ما کو زنا و اما هل جائز او حرام هذا محل خلاف أنا بنظري حرام ما يجوز جماعة منهم صاحب الجواهر أيضا ظاهر كلامي أنه حرام